با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت. امروز با اندکی تاخیر حضورتون هستم. امروز خدمت شما یک داستان میخوام تعریف کنم، یک واقعه تاریخی که بر تاریخ کشور ما بی اندازه تأثیر منفی گذاشته است، بر تاریخ خاورمیانه و جهان هم تأثیر منفی گذاشته است. و آن این که در روز 25 جون سال 1953 آقای به نام کرمیت روزولت که نوه اون روزولت اول بود که در ابتدای قرن گذشته رئیس جمهور آمریکا بود، قراری داشت با آقای جان فوستر دالاس که وزیر امور خارجه بود. حدود ساعت 11 میبایستی این مرد که از بنیانگذاران سازمان CIA بود، بله عرض میکنم که یک فایلی به همراه این بود 25 صفحه که همه این سخنانی که من خدمت شما عرض میکنم از کتاب کانتر کو یعنی ضد کودتا این مرد تحریر کرده و چاپ کرده. زمانی که مشغول نوشتن این بود، اسدالله علم فهمیده بود، آمد رفت که آقا ما هرچی پول به شما میدهیم بدین ما بنویسیم براتون. گفت آقا من همچی چیزی نشنیدم به عمرم که کسی پول بدهد کسی دیگه براش کتاب بنویسه. باری این آقا قرار داشت که سر ساعت 11 در اتاق جان فاستر دالاس، اینا دو برادر بودن، آلن دالاس که رئیس CIA بود، از بنیانگذاران CIA بود، و جان فوستر دالاس که اون هم وزیر امور خارجه. بله این جان فوستر دالاس از وزیر امور خارجه، این واقعه قرار بود در آفیس این آقا اتفاق بیفتد. بنابراین میگوید که من وجودم پر از هیجان بود. این 25 صفحه که در دست من بود خلاصه پیشنهاد انگلیس بود، اما من برای این که وقت آقایان رو نگیرم و کسی رو گیج نکنم و موضوع رو به وضوح بیان کنم، در این 25 صفحه مطالب رو انگلیسی ها رو خلاصه کرده بودم. انگلیسی ها خیلی قضیه رو پیچیده نوشته بودن، من به ساده ترش کردم، دستم بود، رفتم و عرض می کنم که سراغ آقای دالاس، آلن دالاس از CIA، ما این آقا رو برداشتیم با یک کادیلاک و وارد شدیم به ساختمان وزارت امور خارجه و خدمت رئیس بزرگ یعنی وزیر امور خارجه آقای جان فوستر دالاس. بعد توضیحی که این مرد داده حیرت انگیز از دقت، که در اونجا که بودن این آقایانی که اونجا بودن، من نامهاشون رو میخوانم و امیر برای شما عکس‌ها رو نشون میده. یکی خود آقای جان فوستر دالاس بود که عکسش رو دیدید. جان فوستر دالاس از دیپلمات‌های طراز اول آمریکا، دراز مدتی وزیر امور خارجه بود، یعنی در واقع دراز مدت که عرض می‌کنم در تگ ریاست جمهوری آقای آیزنهاور این آقا وزیر امور خارجه بود و حوادث بسیاری در روزگار این مرد اتفاق افتاد. برادر کوچکتر او رئیس سازمان CIA، از بنیانگذاران CIA بود، همون گونه که آقای کرمیت روزولت این چنین بود. این آقای کرمیت روزولت تحصیل کرده هاروارد بود، از جاسوس‌های طراز اول بود، در بسیاری از نقشه‌هایی که آمریکا کشید و دولت‌هایی که سرنگون کرد این آقا دست داشت. باری میگوید اینا زیر بغل من بود و وارد اتاق شدیم. در اتاق میگوید من نگاه کردم دیدم که جنرال بیدل سمیت، جنرال بسیار، بله نشون بدین، بله این جنرال بیدل سمیت عرض میکنم که اهل ایندیانا بود، تحصیلات نظامی کرده بود، روز به روز بعد در واقع لیاقت‌های او آشکارتر شد و بر در مقاماتش افزوده شد تا به جایی که در روزگار جنگ دوم در اتاق جنگ بود و معاون مخصوص جنرال دوایت آیزنهاور که فرمانده کل قوا بود، این آقا معاونش بود
در تمام مذاکرات جنگ و صلح با آلمان ها این آقای بیدل اسمیت دست داشت و وقتی آقای رئیس جمهور آمد ایشون همه کاره دست در واقع آیزنهاور بود. این آقام همکاری میکرد با وزیر امور خارجه در مطالب مربوط به سیاست خارجی. میگوید جنرال هم اونجا بود، یک خاطره هم نقل کرده، اینا همسایه بودن. میگوید یک روز من از منزل بیرون میآمدم، جنرال هم بیرون میآمد از منزلش. گفت روزولت اگر که این سگهای تو یک بار دیگه من در پراپرتی خودم ببینم، در باغ خودم ببینم، هر دو رو میکشم. میگوید که مردی بود بسیار خشن و شوخی هم نداشت. منم گفتم که جنرال اگر که، او میگوید سگهای ملعون، اگر سگهای ملعون تو را یک بار دیگه میکشم. اینم میگوید اگر شما اون اسکان که ملعون که قایم شده زیر پله هاتون اون رو از اونجا بگیرید و بیرون کنید، این سگهای ما اونجا نخواهند آمد. اسکان که حیوانی است که یک ماده شیمیایی رها میکنه به عنوان دفاع از هر کجام که این اتفاق، در هر کجام اتفاق افتاده باشه، کسی نمیتونه مدت ها عبور کنه از بوی بد. باری میگوید این جنرال این اسکان که پیدا کردن و بیرون کردن، ما سگامون از دست این جنرال فروختیم. باری منصود اینا همه همو میشناختن و دوستی آشنایی رفاقت شوخی هم با هم داشتن. میگوید جنرال هم اونجا بود. بله و عرض می کنم که آقای اچ فورمن یا فریمن، عذر میخوام، فریمن که این همواره عرض می شود که همراه آیزنهاور بود، همینجا که اینجا هم همراه آیزنهاوره و از مشاوران وزارت امور خارجه بود، میگوید این هم در اونجا بود. و همچنین آقای رابرت ریچاردسون، رابرت ریچاردسون هم در اونجا حضور داشت و این آقای رابرت ریچاردسون در طرح و بررسی همه نقشه هایی که آمریکا در باب وزارت امور خارجه داشت، این آقا دست داشت و کارشناس امور بین الملل بود و مشهور است که هیچ کس به اندازه این آقا در وزارت امور خارجه کار نکرده و سفیر کبیر اینجا و اونجا نبوده. بله و بعد ما هنری بای رود که میگوید که اینم که کارمند عالی مقام وزارت امور خارجه بود و متخصص خاور نزدیک بود، متخصص خاور نزدیک بود. این آقا حضور داشت و همچنین چارلز ویلسون وزیر دفاع. آقای چارلز ویلسون را هم میتونیم نشون بدید. بله وزیر دفاع آمریکا. و گذشته از چارلز ویلسون که اگر عکسی پیدا کردی نشان بدهید، میگوید که لوی هندرسون، لطفا لوی هندرسون هم نشان بدهید. بله این آقای لوی هندرسون سفیر کبیر آمریکا بود در ایران که به سرعت به واشنگتن آمده بود. مهمترین نظر لوی هندرسون بوده در این نشست. میگوید من وارد شدم و دیدم که حضرت وزیر روی تلفن مشغولن، میزی عظیم در اونجا بود. بله این آقا لوی هندرسون هست و این کسی است که در واقع فرمان کودتا رو در اونجا، در واقع سخن ایشون از همه وزن بیشتری داشت چون سفیر کبیر بود در ایران، پیش از اون سفیر کبیر بوده است در عراق و در هندوستان و بسیاری جاهای دیگه، کارشناس خاورمیانه بود، یکی از دشمنان قسم خورده عرض کنم که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود و همه اینا ضد کمونیست بودن. در واقع اینا تب و بیماری ضد کمونیستی داشتن. عرض می کنم در رپورتی که تهیه کرده بود این آقای روزولت، در کمال فرومایگی دروغ‌ها گفته بود و در این کتاب هم دروغ‌ها گفته که بله دکتر مصدق دوست نزدیک روس‌هاست و اگر ما نجنبیم به زودی روس‌ها ایران رو می‌گیرن و چنین و چنان می‌شود. حالا من این سخنرانی که آقای وزیر امور خارجه کرده خدمتتون خواهم گفت. باری میگوید ما نشستیم اونجا، این آقا تلفنش تمام شد، یک تلفن دیگه آمد، اونم برداشت و این جمع همه منتظر بودن که سخنان من رو بشنوم. چون من بودم که مأمور این کار بودم
آقای کمیر در عملیات آژاکس، عملیات آژاکس. و بعد از این که چیز شد، آقایون ساکت شدن. The CIA's first success in bringing down a government came in Iran in 1953. Iran was then in the British sphere of influence in the Middle East. But British oil interests there had been nationalized by the new Prime Minister Mohammad Mossadegh. The Americans, fearing that Iran's huge oil reserves would fall into Soviet hands, agreed to get rid of Mossadegh. The plan was for a coup to be mounted in Iran by this man, Kim Roosevelt. He was a CIA agent and grandson of the former US President Theodore Roosevelt. The CIA plan was approved at a meeting in the State Department in Washington early in 1953. It had to follow one basic rule: the US government must not be seen to be involved. There was some discussion, and Foster Dulles went around the table, and the only person on the State Department side whom I can remember taking any kind of a very specific position was Ambassador Henderson, who was back for this meeting. And he said that he wanted to know none of the details. He felt that this was a considerable departure from diplomatic tradition, but he felt it was required by the situation. He wanted to approve it, and he wanted to know as little about it as possible. In 1953, Iran was ruled as now by the Shah, but in those days he was young and inexperienced with little power. Mossadegh and his Nationalist Party controlled the country. Roosevelt's plan was to get the Shah to force a confrontation with Mossadegh, in which the Iranian people would be encouraged to rally to the Shah. So Roosevelt and a small team of CIA men entered the country illegally and went underground. Well, agency personnel, I would say 6 or 8 at the most. And the money that was available there, well, I can't remember. But I think we had probably had $700,000 or $800,000 available, of which we used during the course of the operation maybe $10,000. Are you saying that only $10,000 and 6 or 8 agents were needed to mount a whole operation of that nature? Well, the Iranians were organizing themselves, and really all they needed was support and, to some extent, professional guidance. To bring about the coup, Roosevelt simply looked for the forces opposed to Mossadegh. He found them in the Iranian army. The CIA's choice to replace Mossadegh was General Zahedi. To start the crisis, Roosevelt wrote a letter, which he got the Shah to sign, dismissing Mossadegh and putting General Zahedi in his place. وزیر امور خارجه به سخن آمد، گفت آقایان اول بگویم که ایران یک کشور عربی نیست. ایران امپراتوری بزرگی بوده در روزگار قدیم که واسطه ارتباط خاور دور بوده است به کشورهای مدیترانه و اروپا. گرچه شاه ایران هنوز هم میخواهد کشورش را امپراتوری بخواند، اما دیگر آن امپراتوری گذشته نیست. در جنگهای متعدد زمینهای خود را ایران از دست داد و امروز اون عظمت گذشته رو ندارد. روزگاری دارای اهمیت اقتصادی بود و این روزگاری بود که هنوز کانال سوئز حفر نشده بود و کامل نشده بود و قابل استفاده نشده بود. و ضمن اون که اهمیت اقتصادی ندارد ایران، اما اهمیت استراتژیکش برای ما فوق العاده است، به جهت اینکه مرز مشترک دارد با دشمن بزرگ ما، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و آرزوی روس‌ها دست یافتن به آب‌های گرم بوده و اینها به دریاهای آزاد راه ندارند، گرچه یک دریای سیاه دارند، اما این دریای سیاه محدود است به بغاز بسفور و داردانل که اون در کنترل ترک‌هاست. بنابراین روس‌ها به دریای آزاد راه ندارند و آرزوی پیتر دی گریت که امپراتور روسیه بوده، آرزوی این داشته و سفارش کرده به آیندگان که یک کاری بکنید که به دریای آزاد راه پیدا کنید. و چنین و چنان، بعد از اینکه این سخنها رو گفته، چند سوال امنیتی از آقای آلن دالاس میکنند و آلن دالاس، خب رئیس سیایه بود، سوالها رو حواله میده به آقای کرمیت روزولت. حواله میدهد به او و او جواب میدهد.
بعد از چند سوال و جواب میگوید این 25 صفحه که من کنارش گذاشته بودم اینا رو یکی یکی ورق میزد و متناسب با وضعیت سوال میکرد و از من خواست که حالا من و این که گفت که ایران کشور عربی نیست بدون جهت بود که میخواست توضیح بدهد که ایران از دوستان اسرائیل هست. از روز اول بعد از جنگ دوم آمدن آمریکا به خاورمیانه به دو دلیل بوده است، یکی این که جلو روس‌ها رو بگیرن، یکی این که کمک بکنن به اسرائیل. بنابراین این سخن اسرائیل دائم مطرح میشد. اینا میخواست اشتباه نکنن آقایان که فکر کنن ایران هم یک کشور عربی است و چون یک کشور عربی است دشمن اسرائیل است. توضیح دادن که مناسبات بین ایران و اسرائیل بسیار خوب است و عرض میکنم که یک دستگاه جاسوسی امنیتی در واقع اسرائیلی ها برای ایرانی ها به وجود آوردن که با کمک خودمان بوده. بنابراین آقایان اشتباه نکنن، ایران کشور عربی نیست و خصومتی با اسرائیل ندارد. حالا بفرمایید آقای کرمی روزولت. آقای روزولت هم به سخن میاد و توضیح میدهد که بله این ایران چنین و چنان است و ما تحقیق کردیم و هیچ شکی برای ما باقی نمانده که روس‌ها به زودی ایران را خواهند گرفت و واژه ایمیننت به کار برده. ایمیننت یعنی فوری، یعنی در حال اتفاق افتادن، چیزی که هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. و میگوید اگر ما نجنبیم به طور کل، این در واقع عرض میکنم امنیت ملی آمریکا به خطر میافتد و عرض میکنم که این دکتر مصدق روسی است، یعنی روسوفیله و با روسا چین و چنان و دروغ و انگلیس ها فریب دادن آمریکایی ها رو. آمریکایی ها هرگز نمیخواستن چنین اتفاق در ایران بیفتد، به خصوص زمانی که آقای هری ترومن رئیس جمهور بود. مرحوم دکتر مصدق هم اینجا آمد و اصلا دوست نمی داشت کودتا، این کثافتکاری در مملکت و یک حکومت ملی دموکرات رو سرنگون بکنن و بساط دیکتاتوری رو بگسترانن. اون موافق نبود، اما آیزنهاور به خاطر که جنرال بود، خوشمغز بود، فوبیای ضد کمونیستی داشت و ادمنستریشنش هم، یعنی تشکیلات وزارتخانه‌هاش، همه هم یکی پس از دیگری این فوبیا رو داشتن که روسا قرار ما رو بگیرن، قرار کشور آزاد رو بگیرن، قرار اروپا رو بگیرن. همه این داستان‌ها که در اروپا گسترده شد و همه این کمک‌هایی که طرح مارشال که در زمان همین جنرال ویدل اسمیت اتفاق افتاد، برای این بود که فقر ناشی از جنگ منجر به کمونیسم نشود در اروپا و روس‌ها نفوذ بیشتری پیدا نکنند. و میلیاردها دلار آمریکایی‌ها پول ریختن در فرانسه، در آلمان، در انگلیس که اینها کشورها بازسازی بشوند و کار تولید بشه و مردم مشغول بشوند و این سرمایه داری در اونجا از بین نرود و این کشورهای اروپایی هم تو که مطلع هستین یک سیستم سوسیالیستی سرمایه داری که خیلی جدید بود به وجود آوردن که اختلاف طبقاتی زیاد نباشد و فرق نباشد و انقلابی در این کشورها حادث نشود. بنابراین همه اینها وحشت از این داستان داشت. آقای روزولت توضیحاتش رو میدهد که حزب توده چنین است و ما خیلی زود بایستی که اقدام کنیم وگرنه بازی رو باختیم و ما شخصیت مورد اعتماد ما آقای جنرال فضل الله زاهدی است که البته انگلیس ها میانه خوبی با او ندارند و او رو در فلسطین گرفتن و زندانی کردن، اما ما به او اعتماد کامل داریم. هم اکنون که من سخن میگویم آقای زاهدی از ترس مصدق فراری است و معلوم نیست کجا پنهان است، اما ما یک شخصیت داریم که بی اندازه بهش اعتماد داریم و واژه شجاع هم براش به کار میبره. صفت شجاع میگه پسرش اردشیر، این در صفحه 12 باید باشه. من بایستی بیارم و برای شما بخوانم. بله، میگوید پسرش اردشیر جوان شجاعی است. بله، من همینطور که میخونم براتون ترجمه میکنم. میگوید که اما در سوال راجع به تعویض دکتر مصدق
میگوید ما دلایل بسیار نیرومند داریم که انتخاب شاه آقای جنرال فضل الله زاهدی است، ولی انگلیسی ها اندکی تأمل میکنن در بابش و 100% راضی نیستن از جنرال زاهدی و میگوید که انگلیس ها او رو در فلسطین گرفتن و زندانی کردن، در تای جنگ دوم زندانیش کردن و هم اکنون که من سخن میگویم در فراره، از ترس دست مصدق در فراره، به جهت اینکه دکتر مصدق داره تلاش میکنه او رو پیدا بکنه و زندانی کنه. اما پسرش اردشیر که آدم جوانی است و تمام پرسنل در واقع امباسی ما او رو میشناسند هست که و بعد ادامه میدهد که مرد جوانی است و اعتماد کامل دارند این اعوان و انصار ما در سفارتخانه به این آقای اردشیر زاهدی و این جوان جوان شجاعی است و بسیار هم به ما وفادار هست. بله، برای اون که میگه نه تنها ما بهش اعتماد داریم که بسیار وفادار هست و پدرش رو خیلی احترام داره و دوست داره، شاه رو هم بسیار اعتماد دارم بهش و به شاه بسیار علاقمند هست، این بهترین آدمی است که ما بتوانیم ارتباط برقرار کنیم با جنرال. جنرال که میگوید یعنی جنرال فضل الله زاهدی. و بعد از این که عزم میکنم که سخنان این آقا تمام شد، شروع میکند وزیر امور خارجه نظرات آقایان رو گفتن و آقای لوی هندرسون که این وزیر در واقع سفیر کبیر آمریکا بود در ایران، میگوید آقا شما میدانید که من با اینجور کارها موافق نیستم، یعنی من موافقتی با کودتاگری و سرنگون کردن دولت ها من ندارم، اما در این باب من میگویم حتما این کار بایستی انجام بشود. و وقتی که عرض کنم که سخن آقای هندرسون تمام میشه، کلام آخر بوده، فصل الخطاب، آقای وزیر هم میگوید که این کار رو پس به انجام برسانید و طرح آژاکس عرض می شود که به مرحله اجرا در آمد و اون کودتای کذا و کذا در مملکت ما توسط تشکیلات CIA و MI6 انگلیس و انجام رسید. این مطالبی که عرض کردم خدمت شما خیلی خلاصه بود، خلاصه مطلب بود، چون بعضی میگن آقا CIA در کار نبود و نمیدونم چیزی نبود و کودتا نبود و عرض میشود که این جنبش ملی بود. این حرفا عرض کنم اسنادش هست، ما یکی از مهمترین اسنادش این هست، ما یه پروفسور داریم آقای گازیروسکی، اساسا تخصص آقای گازیروسکی کودتای 28 مرداده، هر که اطلاعات دقیق میخواد باید با آقای گازیروسکی اگر اسمش رو درست گفته باشم مراجعه کنه. این یک موضوع مهم بود، خواستم به لحاظ تاریخی شما مطلع باشید. یک سوال خیلی خیلی مهم هم هست در باب این داستان و اون این که آیا شخص پادشاه حق داشت که نخست وزیر رو معزول بکند در زمانی که مجلس بسته است یا دوران فترت هست؟ آیا پادشاه ایران چنین حقی رو داشته؟ و دو دسته شدن هموطنان ما، همواره در این باب بحث هست. وقایع تاریخی به درد آن نمیخورند که ما بنشینیم و تا قیامت در باب اینا صحبت کنیم. وقایع تاریخی به عنوان یک چیز آموزنده، ما بایستی فقط بیاموزیم از این وقایع تاریخی و اگر خطایی رفته این خطاها تکرار نشود. این است که خب یک بعضی هموطنان ایستادن سر این موضوع که نه، این عرض بکنم جنبش ملی بود و همین است که هست، مرغ یک پا دارد، در حالی که صدها کتاب در این باب نوشته شده. یک کتاب هست خیلی کتاب خوبی است،
یه هموطن محترم برای من فرستادن به نام مصدق در محکمه نظامی و این سوال رو من میخوام حد اکثر بتو از بیان خود مرحوم دکتر مصدق ما ببینیم چه میفهمیم، چون اولین سوالی که از ایشان شد عرض میکنم همین سوال بود که چرا شما امریه پادشاه مملکت رو نپذیرفتید و این مایه در واقع دستمایه بحث ها شده است در اون موضوع کودتای قضایی که آیا پادشاه این حق رو داشت یا نداشت و این نخستین سوالی است که دادستان نظامی از ایشان کرده و دکتر مصدق هم جواب داده. این کتاب رو آقای جلیل بزرگمهر نوشتن و خیلی به دقت مقدمه رو و عکس ها رو اینا همه رو آوردن و حقیقتاً کتاب خیلی خیلی مهمی است. خیلی خوب، بله من میخونم، شاید سخنانی که ایشان گفته پاسخی باشد برای هموطنانی که تردید دارن در این باب. خب سوال، حالا محکمه نظامی برپا شده، آقای حسین آزموده سرتیپ سلشکر بود، بله به عنوان دادستان و یک سلشکری هم به عنوان رئیس دادگاه، همه حکومت نظامی است اینا آمده. خیلی خوب، با تفهیم تبصره زیل ماده 125 آیین دادرسی کیفری خود را معرفی کنید. میگوید اسم محمد شهرت مصدق، پدر هدایت الله، سن در حدود 72-73 سال، شماره شناسنامه 47، صادر از بخش 3 تهران، شغل نخست وزیر، محل اقامت خیابان کاخ تهران، سابقه محکومیت کیفری ندارم. سوال، شما متهم هستید در سوء قصدی که منظور آن به هم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج و تحریض مردم مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بوده هم کاری داشتید. در این کتاب هم همه جا تحریض رو تحریض نوشتن، تحریض بساط غلطه، تحریض یعنی برانگیختن، تشویق کردن. بگویید، میفرماید که قویاً تکذیب میکنم. میگوید پس از اینکه مقارن ساعت 1 صبح روز یک شنبه 25 مرداد 1332 فرمان ملوکانه دایر و عزل شما از مقام نخست وزیر به شما ابلاغ شد، چه تصمیمی اتخاذ نمودید؟ جیم، جریان را کتفاً در یک برگ زمیمه می نویسم، زمیمه کنید. بله، بعد یک پرانتز باز کرده، این نوشته آقای دکتر مصدق در پاسخ سوال فوق که زمیمه فرمان شده از این قرار است: نظر به این که فرمان ملوکانه روز 22 صادر شده و علت عدم ابلاغ اون تا ساعت 1 صبح روز یکشنبه 25 مرداد معلوم نبود، حالا من توضیحا خدمت شما عرض میکنم که این جنرالی که به نام استورمی نورمی فرمانده لشکر عراق بود، جنگ عراق بود، عرض شود که پدر ایشون هم در اونجا خدمت میکرد. اینا میرن خدمت شاه ایران که حکمی بگیرن برای عزل دکتر مصدق و ایشان تن میزده از این داستان. میگوید ما رفتیم خدمتشون و در فلان کاخ بودن، با ملک ثریا ازشون خواستیم که نامه رو بنویسن و امضا کنن. ایشون گفتن که من مطمئن نیستم این اتاق سیفه به قول اینجا، یا برویم اتاق پشتی. بعد رفتیم اونجا، عرض کنم اونجا شوارتسکوف اسمش یاد آمد، جنرال شوارتسکوف میگوید که و چیز نمی کرد، نمی نوشت، اما سرانجام یک نامه امضا کرده ایشون و بعد متن رو آمدن زدن روی امضا. یعنی طوری که وقتی نگاه میکنید هر کسی که نگاه کنه متوجه میشه این طور طبیعی نوشته نشده که اول متن نوشته بشه و بعد امضا بشه، این طور نبوده. یه امضا از ایشون میگیرن و ایشون با ملکه ثریا و اون زمان سرگرد خاتم یا خاتمی، حالا این هم یه داستانی داره این خاتمی که بنده نمیتونم عرض کنم خدمتتون، اما اون مقدارش که میشود گفت خواهم میگویم،
ایشان رفتن به رامسر و وقتی کودتای 25 مرداد با شکست مواجه شد کمی بود سرگرد خاتم شاه و ملکه رو میبره به عراق، از اونجا میبره ایتالیا و بعد 28 مرداد که کودتا بله به اون الله موفق میشود، خب برگشتن دیگه، داستانها رو میدونیم. روک مصدق حالا جواب میدهد که حالا بله نظر به این که فرمان ملوکانه روز 22 مرداد صادر شده و علت عدم ابلاغ اون تا ساعت 1 صبح روز یک شنبه 25 مرداد معلوم نبود و ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 24 که جناب آقای ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار این جانب را ملاقات و از پاره نظریات اعلی حضرت همایون شاهنشاهی این جانب را مستحضر نمودند، چنین تصمیمی را به این جانب ابلاغ ننمودن. یه من حضور پادشاه هم که بودیم نگفتن و آقای امینی هم که کفیل بود چیزی از این باب که من قرار عرض بشم هیچ کس به من سخنی نگفت. و دکتر مصدق از ابتدا تا انتها مشروط خواه بود. دکتر مصدق میخواست پادشاهی بماند، همه این انگ هایی که میزدن دروغ بود و اون میخواست که این پادشاهی باشد قانونی و پادشاه سلطنت کند. همواره این سخن رو گفت، تا پایانم گفت با کم تمام احترامات هم همواره از پادشاه ایران نام برد. هرگز چیز زشتی، خنکی، عرض میکنم رکیکی از زبان و قلم دکتر مصدق علیه هیچ کس به خصوص پادشاه صادر نشد. اینجا هم میگوید اعلی حضرت همایون شاهنشاهی خیلی خوب چنین تصمیمی به این جانب ابلاغ ننمودن و به جای این که فرمان با جریان عادی و معمول به این جانب ابلاغ می شد به صورت کودتا، یعنی پس از دستگیری دو نفر وزرای خارجه و راه و بعضی از وکلا در ساعت یک بعد از نصف شب روز یک شنبه که رفت آمد به واسطه حکومت نظامی جایز نبود، ما 3 دقیقه میشه وقت نداریم، به وسیله قوای نظامی که در رأس آن فرمانده گارد سلطنتی قرار داشت به این جانب ابلاغ گردید. لذا در اصالت فرمان مشکوک شدم زیرا اعلیحضرت شاهنشاهی خوب میدانستند که اگر میفرمودند مایل به ادامه خدمت من نیستند دقیقه‌ای در خدمت باقی نمیماندم. تصدی من در کار وقتی مفید بود که اعلیحضرت موافق باشند. من آدم بی تجربه و بی اطلاعی نبودم که با مخالفت مقام سلطنت 1 ساعت هم در کار بمانم و بهترین گواه مذاکراتی است که روز 26 تیر ماه 1331 بین مقام سلطنت و این جانب عمل آمد و به محض این که استنباط کردم مایل نیستن وزارت جنگ را این جانب تصدی کنم از مقام نخست وزیری نیست، چشم بوده به خانه رفتم. فرمان به حق یا ناحق که نمیخواهم فعلا در این باب اظهار نظری کنم. بله میگوید فرمان به حق یا ناحق که نمیخواهم در این باب اظهار نظری کنم. هر طور که صادر شده بود به محض این که طبق جریان عادی به من ابلاغ میشد دقیقه در خدمت نمیماندم. تردید در اصالت فرمان سبب شد که این جانب از پیشگاه ملوکانه توضیحاتی بخواهم. پس از تحقیق معلوم شد اول وقت روز یک شنبه از کلاردشت به رامسر و از اونجا رهسپار بغداد شدند که این عمل نیز در جامعه بسیار سوء اثر نمود و به فرار تلقی شد. پرانتز 26 شهریور ماه 32 دکتر محمد مصدق آخر صفحه محل امضای افسران حاضر در بازپرسی. بنابراین برای اون دسته هموطنان که سوالی بود که آیا میشد که این کار بشود، یعنی شاه نخست وزیر را عزل بکند در دوران فترت بستن مجلس بر دلیل، جوابش رو معلوم دکتر مصدق خودشون دادن که من تردید کردم، خود پادشاه چیزی نگفت، دیگران هم که به ایشان منصوب بودن به من هیچ نگفته بودن، ساعت 1 صبح با توپ و تانک و اینا اومدن میگوین معذوله، هیچ معنی نمیداد و به گمان مخلص حق و معلوم دکتر مصدق بوده. دیگه عرض کردن وزیر که توپ و تانک و نصف شب اینا نمیخواست، واسه جریانات عادی میباسی کار انجام میشد. وقت ما در اینجا هم بتنم به پایان رسید. July 19, 1953. A rented car drives James Lockridge, American businessman, from Beirut, Lebanon, to Tehran, Iran. He crosses the border at Kanankin, where a guard improperly lists his name as Mr. Scar on right forehead.
It doesn't make any difference. James Lockridge isn't his real name, and he's not really an American businessman. He's an agent for the CIA, America's Central Intelligence Agency. His mission? Orchestrate the CIA's first attempt to overthrow a government. Real name, Kermit Roosevelt. Age, 35. Born Buenos Aires, Argentina. Grandson of the 26th President of the United States, Theodore Roosevelt. He graduates from Harvard in 1938 and becomes an historian, a businessman, and an intelligence officer with the OSS. The Middle East is full of political intrigue. Iran, formerly known as Persia, is the fabled setting for Scheherazade, Ali Baba, and Aladdin. But Kermit Roosevelt has to deal with reality. His target, Mohammad Mossadegh, the Prime Minister of Iran. The issues are communism and oil. Mossadegh is a colorful eccentric who holds news conferences in bed, wearing pajamas. The flamboyant Prime Minister has reduced the young Shah, Reza Pahlavi, to the status of puppet ruler. The Shah is the heir to the royal throne of Iran. Mossadegh, sympathetic to the Soviet Union, is a social reformer who detests Western imperialism. Even worse, he nationalizes the profitable Anglo-Iranian oil company. The British are livid and withdraw their technicians in protest. In Washington, President Dwight D. Eisenhower agrees to help the British overthrow Mossadegh. Operation Ajax is born. The new director of the Central Intelligence Agency is in charge. Name, Alan Welsh Dulles, age 63. A patrician and conservative educated at Princeton. His brother, John Foster Dulles, Secretary of State for President Eisenhower. Alan Dulles ran OSS operations in Switzerland during World War II. He is a covert operations expert. The CIA's first order of business is to contact the Shah and tell him the United States and Great Britain are ready to support him in his attempt to regain power. But making contact is difficult. The palace is bugged. The American agent, Kermit Roosevelt, and the Shah must meet in secret. At these clandestine meetings, they agree on a plan. Roosevelt promises Western backing. The Shah issues two royal decrees called firmans, one deposing Mossadegh, the other appointing the Shah's brother-in-law, General Fazlollah Zahedi, as prime minister. When the decrees are served, Mossadegh, tipped off by a double agent, ignores them. He gathers troops loyal to him and goes on the air to announce that there's a plot against him and that he is seizing absolute power. The Shah and his wife flee to Rome in exile. The U.S. State Department sends a message ordering Kermit Roosevelt to give up and get out. But a loyal friend of Roosevelt in communications delays the message, giving him another 24 hours to try again. Roosevelt believes that the people and the army will rise up against Mossadegh with the help of the CIA. Somewhere in the milling throngs hide two professional agitators, codenamed Bosco 1 and Bosco 2. They incite peasants trucked in from the countryside, paid by the CIA. Following Roosevelt's script, the mob surges through the streets of Tehran, shouting, "Down with Mossadegh! Long live the Shah!" Then, at just the right moment, Roosevelt sends General Zahedi riding on top of a tank to lead the mob. They ransack Mossadegh's house, but the Prime Minister escapes. 3 days later, Mossadegh surrenders to Iranian police. He is tried for treason and placed under house arrest for 3 years. August 29, 1953. The Shah triumphantly returns.
To Roosevelt, he says, "I owe my throne to God, my people, my army, and to you." The grateful Shah agrees to the creation of the National Iranian Oil Company, 40% American, 40% British, as long as the Shah remains in power. Under Kermit Roosevelt's skillful direction, Operation Ajax takes 1 month and costs only $60,000. The Iran coup is the pinnacle of CIA chief Alan Dulles's career. But despite the success of Operation Ajax, the agent who pulled it off, Kermit Roosevelt, issues a warning. I said, don't make the mistake of believing that this can be done anytime you want to do it. The situation has to be exactly right. You've got to have the people on your side and hopefully the army too. But his warning falls on deaf ears. Alan Dulles is already thinking about the next communist threat, Guatemala. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد. آزادی.